خدا وحید فرزام هستم. هفتم قسمت از دوره آموزش مقدماتی بورد 2016 رو شروع می‌کنیم. توی قسمت چیشون راجع به اسپارت آرت ها و شیپ ها و موضوعات اینجوری صحبت کردیم، ادامه میدیم. توی بورد یک قابلیت رسم نمودار هست و شما میتونید توی سند بوردتون نمودار هم داشته باشید. وقتی روی دکمه چارت کلیک میکنیم توی هر چارت خدمت شما که ورد 2016 ما رو یک پنجره انتخاب نمودار میبره. اینو موضوعاتی هستند که دو دوره اکسل خیلی راجبشون حرف زده میشه، چون در واقع ورد اینجا از یه آبجکت اکسل در واقع استفاده میکنه. برای همین من نمیخوام راجب این که این انواع نمودار چی هم یا چه تفاوتی با هم دارند و اینا صحبت برام فکر میکنم این در واقع بحث فولد مفصلیه که تو دوره‌های اکسل موردش صحبت کردیم. فقط میخوام از دریچه ورد به این موضوع نگاه کنیم که وقتی مثلا من این نمودار ستونی رو انتخاب میکنم به این نمودار پای رو انتخاب میکنم فرق نمیکنه. خب و اوکی میزنم، ببینید چه اتفاقی میفته. نمودار پای با اطلاعات پیچ فرض برای من ارشاد خدمت شما که رسم میشه و یک پنجره در واقع شبیه دیتا شیت اکسل اینجا میاد، شبیه دیتا شیت اکسل که من اینجا میتونم اطلاعات ارشاد خدمت شما که خودم رو وارد کنم، یعنی میتونم این اطلاعات رو ویرایش کنم. فرض کنید تهران، کرمان و همدان، ارشاد خدمت شما که محدود میکنیم سطح دادن تا همینجا، اینا رو هم میبندیم و بذاریم عنوان درست کنیم. خب و اینجا میبینیم مثلا فروش. ببینید وقتی کلیک میکنم بیرون، یعنی در واقع از حالت ویرایش نمودار خارج میشه، خب نمودار من به این شکل بر من نمایش پیدا میکنم. اگه دوباره من روی چارت کلیک کنم، دو تا ریگون رو من میداره، ریگون های دیزاین و فرمت، که با اینا میتونم چارت هم رو ویرایش کنم. خیلی شبیه عرض حضورتون که در واقع اکسل برای های من عرض کردن در واقع از اکسل وام میگیره، چون خب با یه منطق اینا تقریبا طراحی شده. ولی یه نگاهی به این خواهیم داشت راجع به این که چه دیزاینی میتونیم داره ما داشته باشه. چونطور که ملاحظه میفرمایید دیزاین های مختلف در واقع قرار داده شده اینجا به صورت پیچ فرض فوق العاده قابل استفاده هستن. میتونیم راجع به در واقع چینش سریع در واقع از کویک لی آوت استفاده کنیم. لی آوت های پیچ فرض اینجا وجود داره. اگر بخوایم مجددن داده هایی که حاصل چوچوب این نمودار رو ویرایش کنیم، روی دکمه ادیت دیتا کلیک میکنیم، ما رو به پنجره ویرایش اطلاعات میبریم، همون جایی که ما اطلاعاتمون رو وارد کردیم. و البته میتونیم نوع نمودار رو هم تغییر بدیم. اگه من اینجا چینج چارت تایپ کلیک کنم، مجدد من میتونم برگردم و این دفعه به جای نمودار پای نمودار به این چک داشته باشم. یه ریبون فرمت هم داره که تو این ریبون فرمت شما میتونید المان های نمودار رو انتخاب کنید، بعد به این بر روی اونا کارهای خاصی رو انجام بدید. مثل اینکه مثلا من اومدم در واقع میله ها رو رنگ زمینش رو تغییر دادم یا کارهای دیگر، یا خب اینا رو خودتون میتونید با کنجکاوی هر چی بخواید میشه انجام بدید. مثلا اینکه از این که این ابجکت در واقع عرض میکنم خدمت شما که نمودار، همون قاعده رپینگی که راجع بهش صحبت کردم اینجا برقرار. الان رپ این رو نگاه کنید، در واقع من میتونم اینو بیارم مثلا بگم تو باش این فرانت آف تکست، همون قاعده که صحبت کردیم راجع به چی نمودار که نسبتی هم با متن نداره. نمیگم که این گونه باید باشه یا نباید باشه، فقط میخوام بدونید هر چیزی که در واقع به صورت یک آبجکت شما میایید توی ورد قرار میدید، این قابلیت تنظیم رپینگ برش هست. یعنی شما میتونید مشخص کنید که روی نوشته ها باشه، زیرشون باشه، یا لابلاشون، یا هر چیز دیگه. علاوه بر این قاعده رسم نمودار بود، ما میتونیم نوع نمودار رو تغییر بدیم و خب جزئیات بیشتری که فکر میکنم خارج از حوصله این دور است. ولی اگر کمی اکسل بدونید، پارامترهای تنظیمی اینجا خیلی شبیه به موضوعاتی است که ما توی اکسل داریم. اگه نه که خب با همین حد از اطلاعات هم واقعا شما میدونید توی فایل وردتون نمودارهایی رو هم عرض به حضورتون که رسم کنید.
خب از موضوع چارت که خارج بشیم، یه قابلیتی ما توی ورد داریم به اسم اینکه ما میتونیم تکس باکس بیاریم در واقع توی سندمون. تکس باکس یه باکسی که میشه داخلش متن نمیشه. وقتی من تکس باکس رو انتخاب میکنم، خب اینا گزینه هایی در واقع مدل های مختلف تکس باکسه که من میتونم انتخاب کنم و ارشاد خدمت شما که ازشون استفاده کنم. من بیشتر این گزینه آخریه برای مورد توجه، فکر میکنم این بیشتر مورد استفاده باشه، draw text box. من میتونم روی این گزینه draw text box کلیک کنم، یه جایی text box رسم کنم و بعد داخل اون یه متن رو بنویسم. ممکنه شما بگید که خب این چه فرقی میکنه با جاهای دیگه، یعنی چه کمکی میکنه؟ عرض میکنم خدمتتون که من این متن رو بزرگتر کنم. ببینید این یه درسته که یه تکست باکسه، یعنی شما میتونید در واقع متنش رو به هر شکلی که میخواید ویرایش کنید، ولی به صورت یه آبجکت شناور روی صفحه هم قابل استفاده است. یعنی فرض کنید شما میخواید گاهی اوقات متنی رو در جایی بنویسید بی ارتباط از بقیه، نسبت بقیه نوشته هاتون، میتونید از اینا استفاده کنید. خیلی پر استفادهن معمولا برای اینکه مثلا شما شماره صفحه یه گوشه بالا بذارید، یا نمیدونم چیزایی مثل تاریخ یا یه چیزی تو حاشیه صفحه بخواید بنویسید، معمولا خیلی استفاده میشن. طبیعتا مثل هر آبجکت دیگری، موضوعات رپ تکست هم روی این برقراره، این بای دیفالت این فرانت آف تکسته، یعنی روی متن، بخاطر اینه که میشه به راحتی جابجا کرد و در هر جایی رو قرار داد. خب این میشه بحث تکست باکس، خیلی پر استفاده است. یه چیزی توی ورد داریم به اسم ورد آرت ها، شما میتونید یه ورد آرت هم بذارید، یا در واقع نوشته های هنری، یا نوشته های حالا هم هنری فکر کنم خوبه. وقتی که ورد آرت رو انتخاب بکنید، دوباره یه کارت بهتون میده که شما میتونید اونجا هر چیزی که میخواییم رو بنویسید. واقعیتش که یه ذره شاید ورد در واقع برنامه ورد خودش حالا نمیدونم چرا چیز کرده، این شلوغ کرده، این عملا خیلی با این فرقی نمیکنه. من اینا میتونم انتخاب کنم، بعد بیام اینجا توی زبانی فرمت ورد آرت استایل بهش بدم، میگه تو این شکلی باشه، این همون شد. نگاه کنید، البته این بوردر داره، میتونم دوباره بیام تو زبانی فرمت چیکار کنم، بیام در واقع آوتلاینش رو بردارم، بگم نو آوتلاین، یعنی خطی دورت نباشه. یه تفاوت دیگه هم داره، ببینید این زیرش شفافه ولی این یکی زیرش سفیده. میتونم این کادر رو دوباره انتخاب کنم، بیام بگم فیل یا رنگ زمینت نو فیل باشه، در واقع این رنگی نداشته باشی. حالا اینا واقعا مثل همه، نگاه کنید فونتشون با هم فرق داره. و همچنان چه از در واقع تکست باکس